از نگاه ما که جای خود دارد. از نگاه فرماندهان نظامی ارشد در سطح جهانی، ایران و ترکیه دو رقیب دیرینه هستند که سالیان سال است در رقابت نظامی و سیاسی هستند. هر از چند گاهی در میدانی بی طرف از طریق نیروهای نیابتی خودشون با یکدیگر درگیر میشن، اما در پهنای آسمان چطور؟ همه چیز را میتوان در گذشته نظاره کرد. به نظرم باید کمی به عقب برگرد. دوران اوج نیروی هوایی ایران که جنگنده تامکت در آن پادشاهی میکرد، زمانی که ترک‌ها در آرزوی داشتن F4 بودند، ایران بعد از تامکت دست به سفارش F18 و F16 زده بود تا یک تاز آسمان بیکران خاورمیانه باشد. اما اجازه بدید خیلی از موضوع دور نشیم. پس برگردیم به سال 2024 که خبرهای قطعی از ورود جنگنده سوخوی 35 به ایران در میونه. اما رقیب جنگنده سوخوی 35 ایرانی در نیروی هوایی ترکیه چه جنگنده‌ای هست به غیر از F-16؟ جنگنده‌های F-16 ترکی آیا میتونن در برابر جنگنده سوخوی 35 ایرانی قد علم بکنن؟ یا اینطور باید بگیم؟ در جنگ هوایی یا رزم هوایی بین جنگنده سوخوی 35 ایرانی تازه نفس و جنگنده های F-16 که ستون فقرات نیروی هوایی ترکیه هستند، کدوم جنگنده میتونه برتری هوایی رو به دست بیاره؟ سلام و عرض ادب، به مجله دارکوب خوش آمدید. امروز در این ویدیو سعی میکنیم بهترین تحلیل ها رو برای این داک فایت بسیار زیبای هوایی جمع آوریم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید تا ببینیم که جنگنده های تازه نفس، شوالیه های جدید نیروی هوایی ایران در برابر جنگنده های ترکی چه عمل کرده میتونن از خودشون نشون بدن. در دهه 1980 ارتش ترکیه اگرچه روی فانتوم ها حساب ویژه‌ای باز کرده بود، ولی برای جایگزینی جنگنده F-104 های خود دنبال یک جنگنده جدید می‌گشت. تقریبا تمام اعضای ناتو که زمانی F-104 رو خریده بودند، با جایگزینی F-16 عملاً نیروی هوایی خودشون رو تازه نفس کرده بودند. اما ترکیه هم از این قاعده مستثنا نبود. رفته رفته جنگنده F-16 ترکی در کشور ترکیه به واسطه برخی از رایزنی ها منتاش شد. عملا جالبترین نکته اینه که حتی موتور جنگنده F-16 هم بخش قابل توجهیش در کشور ترکیه تولید شده. پس عملا ورود جنگنده F-16 به صورت CKD یا در واقع به صورت قطعه و بخش بندی و عملا مونتاژ اون در ترکیه صورت گرفت. اما رفته رفته تا سال 2010 بخش قطعات و بخشی مهم از جنگنده F-16 در کشور ترکیه تولید شد. F-16 های ترکی از چندین بلوک متفاوت تشکیل شد. بلوک هایی که در ترکیه در ابتدای کار تولید شدن متشکل از F-16 های ترکی با بلوک 30 و بلوک 40 هستند که دارای موتور پرات اندوتین F100 بودن. این موتورها همان موتوری بود که روی جنگنده F15 ایگل هم نصب شده بود. اما ترکیه در سال 1992 در طی یک برنامه به اسم برنامه صلح اونیکس 2 اقدام به خرید جنگنده های F16 پیشرفته تری کرد. رفته رفته در سالهای متمادی دست به خرید جنگنده F-16 بلوک 50 زد که دارای رادار قدرتمند TER-EPG-68V5 بود که توان درگیری با 4 هدف رو داشت و میتونست اهداف دریایی و زمینی را در برد بیشتری کشف و همچنین توان نقشه برداری 3D رو هم داشت. اما این طرف اجازه بدید برگردیم سر موضوع اصلی در رابطه با بحث جنگنده جدید ایران سوخوی 35. اما قبلش اجازه بدید نگاهی اجمالی به نیروی هوایی ایران داشته باشیم که ببینیم آیا هنوز جنگنده‌ای در نیروی هوایی ایران هست که بتونه در برابر جنگنده های F-16 ترکی قد علم بکنه. بدون کمک جنگنده سوخوی 35 قطعا هست. جنگنده های میگ 29 و همچنین جنگنده های F-14 تامکت
هنوز توان عملیاتی در برابر جنگنده‌های F-16 ترکی را دارند، اما به دلیل اینکه سیستم الکترونیک این جنگنده‌ها بر اساس سیستمی قدیمی طراحی شده، عملاً شاید در برابر جنگنده F-16 ترکی در برخی از داگ فایت‌های هوایی مغلوب بشن. اما خبر خوش اینجا میشه که جنگنده سوخوی 35 بر لبه فناوری شرقی قرار گرفت. در واقع اینطور میتونیم بگیم یک جنگنده چند منظوره ابرچابک تک خلبان ساخت کشور روسیه که قابلیت مانور بالایی رو داره به عنوان یک جنگنده برتر هوایی طراحی شد. اما اگر بخوایم دقیق تر به موضوع نگاه بکنیم، جنگنده سوخوی 35 به عنوان یک واسط بین جنگنده های نسل گذشته چهارم شوروی و جنگنده نسل پنجم روسی قرار گرفته. عملاً طراحی جنگنده سوخوی 35 برای رفع نیاز فناوری بالای روسیه انجام گرفته. در واقع قرار بر این بوده که یک جنگنده طراحی بشه تا زمانی که جنگنده نسل پنجم به خدمت در میاد، این جنگنده بتونه موانع استراتژیک رو برای روسیه پر بکنه. پس در واقع این جنگنده از بهترین سیستم‌های رزم هوایی برخوردار. در واقع جنگنده سوخوی 35 عملاً طراحی تخصصی برای رزم هوایی داشته، اینکه بتونه با موشک‌های هوا به هوای قدرتمند روسی ضربات متعدد و سنگینی رو به جنگنده‌های بلوک غربی نظیر جنگنده‌های F-15 وارد بکنه. جالبترین نکته در رابطه با جنگنده سوخوی 35 این هست که از یک رادار بسیار قدرتمندی به اسم NO35 Airways E استفاده میکنه. این رادار پایه و اساس رادارهای قدرتمند بروز روسی هست. اما نکته جالب اینجا میشه که هر فناوری که جنگنده F-16 ترکی داره به نسبت بهتر و قویتر و بالاترش رو جنگنده سوخوی 35 هم داره. اما نکته جالب اینجاست، هر فناوری که جنگنده سوخوی 35 داره عملاً یک مرحله و چند مرحله از جنگنده های نسل پنجم امروزی آمریکا ضعیف داره، اما در برابر جنگنده های F-16 مطمئن باشید که در رزم هوایی و جنگ هوایی به واسطه چابکی این جنگنده روسی عملاً دست بالاتر با جنگنده سوخوی 35 است. موتورهای جنگنده سوخوی 35 این امکان رو فراهم میکنه که خلبان بتونه بدون استفاده از پسوز به سرعت زیر صوت دست پیدا بکنه. بنابر گزارش کارلا کوپ، تحلیلگر ارشد اندیشکده مطالعات هوایی استرالیا، ویژگی پرواز ابرپیمایشی که در جنگنده سوخوی 35 وجود داره موجب میشه که این جنگنده بتونه با هواپیماهای دیگه که با سرعت و ارتفاع بیشتری پرواز میکنن به راحتی درگیر و پیروز بشه. در واقع این تحلیلگر ادعا میکنه که این ویژگی ها باعث شد تا جنگنده سوخوی 35 به راحتی در نبرد با جنگنده F-35 چه بسا پیروز میدان باشه. خب اینجا یک نکته پیش میاد. جنگنده F-35 لایتینگ 2 به عنوان یک جنگنده بروز بر لبه فناوری غربی قرار گرفته، اما جنگنده های F-16 ترکی عملا در چندین طیف متفاوت فناوری قرار گرفته. از فناوری های 40 سال پیش تا فناوری های حدود نزدیک به 15 سال گذشته در جنگنده های F-16 ترکی استفاده شده. پس در واقع جنگنده سوخوی 35 جنگنده نیست که مغلوب جنگنده های F-16 ترکی بشه. اما یک نکته بسیار مهمی در اینجا حائز اهمیته. تعدد بسیار زیاد جنگنده های نیروی هوایی ایران باعث شده عملاً جنگنده سوخوی 35 با تعداد کمی به نیروی هوایی ایران ملحق بشه. حتی اگر تعداد رو در حدود 30 فروند در نظر بگیریم، عملاً 30 فروند جنگنده سوخوی 35 ایرانی میتونه در برابر حداقل 120 فروند جنگنده F-16 ترکی برابر بشه. هنوز یک خلای بسیار مهمی اینجا وجود داره. نیروی هوایی ترکیه و F-16 های ترکی از طریق هواپیماهای آواکس ترکی و ناتو پشتیبانی میشن، اما در نیروی هوایی ایران هواپیمای آواکسی وجود نداره تا عملاً حد فناوری جنگنده سوخوی 35 رو به بالاترین حد ممکن برسونه. عملاً لینک شدن جنگنده سوخوی 35 به همراه آواکس، هواپیماهای دوربرد هوشداری، هواپیماهای جنگ الکترونیک و از همه مهمتر رادارهای زمینی و ماهواره‌های نظامی جاسوسی
میتونه این جنگنده رو به یکی از خطرناکترین شبح‌های نیروی هوایی تبدیل بکنه. اما به واسطه عدم وجود چنین فناوری‌هایی، عملاً دست خالی باید به جلوی جنگنده‌های F-16 پشتیبانی شده از طریق آواکس‌های ناتو و ترکیه بره. اما هرچه که باشد، به واسطه رادار قدرتمند، موشک‌های هوا به هوای پیشرفته و عملاً دست توانای خلبانان ایرانی، میتونیم نوید این رو بهتون بدیم که جنگنده سوخوی 35 در یک جنگ رو در روی هوایی با جنگنده F-16 حتی اگر یک به چند هم باشه میتونه پیروز میدان باشه. اما باید منتظر نشست و دید که عملاً با رهگیری اولین جنگنده چه بلایی سر جنگنده مقابل خواهد بود. به انتهای ویدیو رسیدیم. ممنون از اینکه نگاهتون رو به ما سپردید. به دیدار و با امید روزی روشن. Why